پاسدار قالیباف که الان به اسم شهردار تهران تو رژیم داره کار میکنه سوابق مشعشهش نیاز به توضیح نداره فرمانده نیروی جنایتکار انتظامی بوده اون داستانهای سرکوب وحشیانه دانشگاهات تو سال 78 و پرت کردن دانشگاه از تراس و بالا پشت اون همه یاد همه هست و از دوران فعالیت های جنایتکارانه همین پاستار قالیباف باقی مونده جنبه های ناگفته از پروندش رو هم وقتی که کاندید ریاست جمهوری شد خودش لو داد از جمله اینکه در جمع بسیجی ها برای تبلیغ خودش گفتش که چماقدار بوده البته بخوام دقیق بگیم نگفت چماقدار گفت چوبدار حالا از بحث دور نشیم ولی خیلی خلاصه بگم که میگن بسیجی اسمش غلام حماقت پیشه بوده بعد کلی پیگیری قبول کردن اسمش رو عوض بکنن گفتن خب الان چی بذاریم گفت بذارین کامبیز حماقت پیشه این هم خواست چماغداریش رو کتبان بکنه رفت گفت چماغدار نبودیم چوبدار بودیم با موتور میرفتیم با چوب حمله میکردیم به تظاهرات حالا این سگ هار سرکوبگر تو نظام زنستیز آخوندی طرح تکریم زنان رو آورده داره ارائه میکنه که بیشتر به نظرم به تحریم زنان میخوره یه چیزی فراتر از جداسازی جنسیتی ترهی که از چندی قبل و به گفته یه مسئولان شهرداری با هدف تکریم زنان کارمند افزایش بهرهوری به اجرا در اومده با حجوم عمدتا سیاسی و فضاسازی شدید رسانه های بیگانه روبرو شده یکی از مفاد این طرح اینه که در مشاغلی مانند منشی معاونت، منشی مدیران کل و مشاغل دیگه از منشی زن استفاده نشه چرا که منشی باید همچون مدیر ارشد تا پاسی از شب در اداره حضور داشته باشه که همین مسئله میتونه تاثیرات منفی فردی یا خانوادگی برای خانم های شاغل در این حرفه ایجاد کنه در حال حاضر که داره این طرح انجام میشه بعد از ساعت کار اداری من کارو میسپرم به یکی از همکاران آقا بر اساس این طرح قرار شده اگه امکانات فیزیکی و نرم افزاری اجازه بده همکاران زن و مرد که در یک اتاق مشغول کار هستند با پارتیشن یا وسایل دیگه در دو محیط مجاور ادامه کار بدن خب این از طرح مشعشع قالیباف یه تعداد مصاحبه هم گرفتن که نشون بدن چقدر همه راضی هستن و این کشف بزرگ شهرداری آخوندی تو تهران کمبود همه فعالای حقوق زنان در جهان رو جبران کرده مصاحبه های فوق مصنوعی که چی بگم فکر کنم بهتر خودتون ببینید. خیلی راحت تر کارمون رو انجام بدیم با همکاری خانومی که با هم کار میکنیم صمیمیت اینجا بیشتر شده مشکل خاصی نداریم باعث شده که هم کیفیت کارمون بالا بره و بهتر بشه هم اونا راحت تر من فکر میکنم هم ما آقایون که حالا در بعضی از مواقع خیلی راحت تر میتونیم اینجوری کارمون رو انجام بدیم این اصلا به معنای تفکیک آقایون از خانم ها نیست این به معنای تکریم برای خانم هاست واقعا وقتی که رژیم زنستیز از این اداها در میاره مستاق بارز این ضرب المثله که میمون هر چی زشتر ادا اطوارش بیشتر اگه اهل غصه نیستی ای که شادی شده دو کنی